در این آموزش قصد داریم با نحوه تبدیل کردن اعداد به یک استرینگ در نرم مطلب آشنا بشیم فرض کنید که ما یک عدد داریم در متغیر A قرار داره با مقدار ده ممیز یک س... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9. ما میخوایم مقدار این عدد A ای رو تبدیل کنیم به یک استرینگ برای این کار یا مجموعی از کاراکترها برای این کار ما میتونیم از دستور نام تو استیار استفاده کنیم و به عنوان پارامتر ورودی عدد رو بدیم و اینتر بزنیم میبینیم که مقدار خروجی یک کاراکترهای است مجموعی از کاراکترها است اگه بریم قسمت ورک و موس رو روی آنسور قرار بدیم میبینیم که مجموعی از کاراکترهای عددی هستش که در متغیر انسور قرار گرفته در صورتی که بخوایم دقت اعشاری رو بیشتر کنیم میتونیم کاما قرار بدیم و دقت اعشاریمون رو هم تایپ کنیم البته این دقت اعشاری که ما الان تایپ کردیم قسمت صحیح رو هم در نظر گرفته. اگه ما بخوایم پنج رقم اعشار در نظر بگیریم، باید عدد رو بیشتر کنیم و تبدیل به عدد هفتش کنیم دستور دیگه ای وجود داره به نام مت تو استیار که به عنوان پارامتر ورودی یک ماتریس رو میگیره و تبدیل به یک استرینگ میکنه فرض میکنیم ما یک ماتریس داریم به نام A که با استفاده از دستور ماجیک ساخته شده و پنج در پنج باشه حالا میخوایم این ماتریس رو تبدیل به یک رشته کنیم و از اون در کاربرد هامون میتونیم استفاده کنیم برای این کار ما میتونیم بگیم مثلا ASTR برابر با مت تو استیار پرانتز باز A پرانتز بسته و اینتر میبینیم که کل ماتریس رو به صورت یک استرینگ طولانی قرار داده که شکل ماتریسی رو هم اتفاقا داره یعنی هر سطرش با فاصله از هم جدا شدن و نقطه ویرگول برای جدا کردن سطرها از هم دیگه استفاده شده در صورتی که بخوایم مجددا رشته ای که ایجاد شده رو تبدیل به یک ماتریس واقعی بکنیم میتونیم به این صورت عمل کنیم که از دستور اول استفاده کنیم و بگیم اول کن ASTR رو پرانتز بسته و اینتر میبینیم که شکل مون رو دوباره از نو برامون ایجاد میکنه یک نکته ای هست که ما باید اینجا بهش دقت کنیم که اگه ما ASTR رو با استفاده از نام تو STR تولید کنیم به جای مد تو STR ببینیم خروجیمون به چه شکل خواهد بود ما میتونیم a رو به عنوان پارامتر ورودی بدیم و اینتر بزنیم میبینیم که دستور نام تو str به عنوان پارامتر ورودی آرایه رو باید بهش بدیم اما مت تو str به عنوان پارامتر ورودی یک ماتریس رو میگیره و میبینیم که خروجی که نام تو str تولید میکنه مجموعه ای از استرینگ ها است در واقع میتونیم بگیم که هر سطر از ماتریسمون رو تبدیل به یک استرینگ کرده و خروجیش رو ایجاد کرده. در صورتی که بخوایم حالت برعکسش رو انجام بدیم ببینیم که آیا با استفاده از دستور اول ASTR میتونیم به ماتریس اولیه دسترسی پیدا کنیم یا نه. ببینیم که نمیشه با استفاده از اول مقدار ماتریس اولیه رو به دست آورد. چون که هر سطرش به صورت جداگانه تبدیل به یک استرینگ شده و شکل خودش رو از حالت ماتریسی از دست داده یک تابع دیگه ای وجود داره به نام int to str که ما میتونیم با استفاده از اون یک مقدار integer رو تبدیل به مقدار کاراکتری کنیم یا استرینگ کنیم ما میتونیم به این صورت تایپ کنیم مثلا عدد پای رو عدد سرد از رو که یک مقدار اعشاری است بیا برامون تبدیل کن به یک استرینگ اینتر میزنیم میبینیم که فقط مقدار صحیحش رو برامون تبدیل کرده در واقع ما میتونیم اینت تو استیار رو برای یک ماتریس به کار ببریم مثلا ماتریس A ای که ایجاد کردیم میبینیم که خروجی رو به این صورت ایجاد میکنه در واقع با استفاده از این مدل ایجاد و خروجی ها هر سطر از ماتریس به صورت یک استرینگ ایجاد شده و ما نمیتونیم با استفاده از دستور ایول دوباره به ماتریس اولیه برگردیم اما اگر ما ماتریسمون ورودیمون یک آرایه باشه فرض کنیم یک آرایه به صورت اعداد یک، دو، پنج، هشت، هفت و سه و بخوایم این آرایه رو با استفاده از دستور int to str تبدیل کنیم به یک استرینگ و در متغیر ASTR قرار بدیم اینتر میزنیم میبینیم که تبدیل شده به یک رشته حالا میخوایم با استفاده از دستور اول مقادیر رو برگردونیم به یک حالت آرایهی به نان پارامتر بردی ASTR رو میدیم و اینتر میزنیم میبینیم که دستور ایول برای این حالت هم نمیتونه خروجی رو بده اما اگر ما همین کار رو با استفاده از دستور مت تو استیار انجام میدادیم ببینیم چه خروجی میده ما میتونیم تایپ کنیم ASTR مساوی با مت تو استیار پرانتز باز A میبینیم که شکل آرایه رو حفظ کرده و حالا بخوایم اول کنیم ASTR رو پرانتز رو میبندیم و اینتر میزنیم میبینیم که مقادیر آرایه رو برامون دوباره از نو ایجاد کرد در این آموزش با نحوه تبدیل کردن اعداد به رشته های کارکتری در نرم افزار مطلب آشنا شدیم